پیامبر در مورد بقیه اصحاب مخصوصا در مورد جناب ابوبکر هم چیزهایی فرمودن که اینا در کتب شما مصدور است و همین نظیر همینا که برای حضرت علی بیان فرموده است برای جناب ابوبکر یا برای خلیفه عمر هم گفته است. ما نسبت به اون با هم اتفاق نداریم، اما نسبت به قدیر با هم اتفاق داریم. محصولش رو با هم اتفاق نداریم، محصول قدیر را، اما نسبت به توقف رسول خدا در اون مقطع به هر مقداری یه روز نصفی روز دو ساعت و این خطبه‌ای که اونجا خونده است مخصوصا در این کلام اتفاق داریم. و اگر نسبت به اون که مردم چیز کردن، مردم چرا این حرفکشی را کردن، اینو سوال میکنی که این که تاریخ پر از این حرفکشی ها چه در زمان ما چه قبل از ما در امم قبلی در امت های گذشته نسبت به سایر پیامبران یه روزی های پیامبران که این حرفکشی ها شده است، اما اون چه که ما فعلا اینجا گیر بحثی داریم نسبت به این مسئله است که شما چرا از این واژه‌ای که به خلاف در ازش برداشت میشه فرار میکنید و یه موضوع دیگه رو مطرح میکنید. ما میگیم که به حضور شما عرض کنم که اگر چیز را این مولا را به معنای دوست بگیریم در آیه انما ولیکم الله و رسوله این حصر اومده است، یعنی خداوند دوستیش حصره و رسول خدا چون رسول خدا هم دوستیش حسر است، همین دوستی که برای خودش هست برای علی ابن ابی طالب منظور کرده، لحاظ کرده. شما چطور در کنار این دوستی میاد این دوستی را به معنای چیز بر معنا میکنید؟ به معنای دوستی که گی از اولا به تصرف باشد، در صورتی که رسول خدا به این استناد همین آیه النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم هست، رسول خدا به استناد همین آیه از نبی چیز انما ولیکم الله و رسوله این داون النبی اولا بالمؤمنین بین انفسه هم هست، اینجا رو چه معنا میکنه؟ اینجا هم میگید که این معنا دوستیه یا در سوره؟ بله میشنم. شما صحبت میکنید من نه صحبت. من میخواست اینو بتوام فرمان چقدر مونده از وقت کلن که بینندگان بودم زنگ نزدم، فقط یک لحظه 6 دقیقه مونده و شما هم کمتر از یک دقیقه از 3 دقیقه تو وقت دارید. بفرمایید بینندگان 6 دقیقه ما رو تحمل کنید بعد زنگ بزنید. بله بعد مسئله یمنی ها رو لحاظ میکنید و صحبت میفرمایید. علی ابن ابی طالب 3 تا سفر به یمن داشت، 10 سال 8 و 9 و 10 هجری 3 سفر به یمن داشته. کدوم یکی از این سفرها رو منظورتون است؟ و در اون سفری که حضرت علی برگشت از یمن و اینا رو با خودش آورد، هدایا رو آورد، یمنی ها رو هم آورد و در بین راه اونا رو گذاشت و برگشت اومد به رسول خدا پیوست، خب اینا که تازه مسلمان شده بودن. صدقتون پر تموم شد آقای رضایی، صحبت فرمایشتون نگه دارید. من اصلا در مورد یمن صحبت نمی کنم، در مورد حتی معنی هم صحبت نمی کنم. به هر حال شما یک موضوع رو جواب ندادید، منم تکرار نمی کنم. اون این که انگیزه چی بود فرمودید حق کشی زیاده، حق کشی بدون انگیزه نمیشه، باید انگیزه ای باشه که 100,000 نفر بیان یک دفعه در یک مسئله حق یک نفر بخورن، حالا یکی بخوره دو تا بخوره، 100,000 با هم. اونجا که ارتش نبودی که کودتا بشه، همه شمشیر داشتن. آقای میسا انصار میگفت که اگه بخواد حق بخوره چرا عمر بخوره، من میخورم، مثال میگم، ولی همه متفق شدن که نه ابوبکر خلیفه بشه. پس شما انگیزه رو نتونستید بگید چون که انگیزه ای وجود نداره. اما الان مسئله دوم رو میاریم که دلیل دوم ما در فرمای شما میگرده، اون این است که ما میگیم که اگر واقعا چنین امر عظیمی که امری که به اصطلاح شما این عظیم است که تا امروز هم ول نکردید، پیامبر چرا دو پهلو صحبت کنه؟ چرا یک جمله واضح نگه؟ از اون بالاتر چرا قرآن نگه؟ قرآن کریم چنین امر مهم میره چرا باید که سرسری ازش رد بشه؟ سرسری نه، اصلا اشاره نمیکنه. شما مثل بهایی ها ناراحت نشید، مثل بهایی ها که از کتاب قرآن، کتابی بهایی ها دارن، بارها گفتم اثبات پیامبری حضرت بهاءالله از قرآن کریم، تو رو خدا این ثابت میشه؟ ها میشه، من الان میتونم اثبات پیامبری سجودی رو هم بکنم. کلمه سجود در قرآن چند بار اومده؟ بگم یه شب بهش اضافه کنید، اینجوری که نمیشه. وقتی چنین امر بزرگی است که شما بعد از 1400 سال یخه ایمن گرفتی، نزدیک پاره کنی یخه ایمن رو که حق حضرت علی خورده شده، چنین امر مهمی رو خدا نمیدونستی که تو قرآن بگه، پیامبر نمیدونستی که کلمه سی پهلو به قول شما سی معنی داره به کار نبره؟ لذا شما باید الان اینم بگید که دومین سوال من این است، انگیزه رو که جواب ندادید، دومی که خودتونم مطرح کردید که چرا خداوند پاک
و پیامبرش واضح نگفتن که آقا علی جانشین من ده دفعه میگفت که جای من نماز بخون که مردم بفهمن تو جانشین منی، اصلا همه کارا رو دستش میداد یک سال قبل. اینا رو شما جواب نمیدید. الان من مطمئنم جواب نمیدید آقای رضای عزیز.